کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. ادیان بزرگ جهان. سرگذشت نخستین دوران پنج آیین بزرگ جهانی: آیین زرتشت، بودا، آیین یهود، مسیح و اسلام. تألیف هاشم رضی. اما گذشته از تمام این موارد تأثیر، باید به تأثیر عمیق یحیی در او اشاره کرد. یحیایی که مطابق با تحقیقات از اسنها بود و شاید عیسی نیز قبل از برخورد با یحیی مطابق با شیوه فرقه اسنها سلوک می کرده و یا پس از برخورد با یحیی آن روش را برگزیده است. تا اینجا یعنی برخورد با یحیی، دوران اول زندگی عیسی پایان می یابد و این دوران پیش از رسالت اوست. اما آیا این یحیی که در واقع عیسی را برانگیخت که بود؟ مطالعه مسیحیت به طور مسلم بدون آگاهی از زندگی و عقاید یحیی چیزی کسر خواهد داشت. 5. یحیای تعمید دهنده. صفحه 479. در منابع تاریخی در کتاب یوسفوس است که از یحیی و سرگذشته وی سخن می‌رود. درباره تاریخی بودن این آخرین پیامبر بنی اسرائیل نمیتوان شک نمود. مطابقی است میان نوشته یوسفوس و اناجیل. یحیی آخرین پیامبر بزرگ بنی اسرائیل محسوب میشد که تراژدیش به موجب روسپیگری زنی، هوس بیلگام دختری و مستی حاکمی روی داد. با وصفی که از وی شده، با وارستگی و فقر و زهدش، با مواعظی که مینمود و دنیا گسلی وی، بیشتر در ذهن مردی سالمند مجسم می شود، در حالی که تنها 6 ماه بیش با عیسی تفاوت سنی نداشت. مرقس و متی وصفشان مردی را نشان می دهد که در یهودیه می گذشت و موعظه می کرد. مردم را به توبه دعوت کرده و سلطنت قدیم خداوند را وعده می داد. لباسی خشن از پشم شتر می پوشید و با کمربندی از چرم سخت کمرش را می بست و خوراکش جز عسل و ملخ چیزی نبود. در همه چیز با اسنیها موافق و همراه بود. از زن گریزان و در ریاضت سائی بود. اسنیها چنان که از نامشان پیداست، استهمام کننده در تعمید به یکی دوبار راضی نبودند. اما یحیی یک بار تعمید را کافی می دانست. هنگامی به مناسبت مواعظش شهرتی فوق‌العاده کسب کرد، به طوری که زمانی اغلب اهالی اورشلیم، یهودیه و حوالی اردن برای تعمید و توجه نزدش گرد آمدند. بایستی قیافه‌ای مؤثر، ریشی انبوه و بلند، موهایی درهم و تابدار داشته باشد. چشمان تیزبین و مؤثرش تا اعماق دل و روح پیروانش مؤثر واقع می شد. کلامش خشک، گرم و تکان دهنده بود. چون گروهی از فریسیان و صدوقیان برای تعمید نزدش آمدند، گفت: ای افعی زادگان، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ اکنون ثمر شایسته توبه بیاورید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم برانگیزاند و اکنون تیشه به ریشه درختان نهاده شده است.
از هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. من شما را به آب به جهت توبه تعمید می دهم، لیکن او که بعد از من می آید از من تواناتر است. انجیل متا باب سوم. یحیی مردی بود وارسته، گوشه نشین و خلوت گزین. با ریاضت و جامه پشمین پوشیدن خود را می آزرد. شکمش را توهی نگه می داشت و جز به هنگام ضرورت و به گاه موعظه سخن نمی گفت و با کسی محشور نمی گشت. هرچند مبنای تعالیمش بر اصول ماورای طبیعی قرار داشت، اما توبه اش بر اساس موازین اخلاقی بنیان داشت. طالب بود تا مردم گرگ هم نباشند، حقوق هم را محترم شمارند، از بیدادگری پرهیز کنند، در اشتراک اموال اقدام کنند تا برهنه و گرسنه‌ای باقی نماند. هنگامی که با سخنان شرربارش خلق را تحت تأثیر قرار می‌داد و به دانان می‌فهمانید که راهشان بیراه و ناسواب است، از وی پرسش می‌کردند که چه کنیم؟ و او در پاسخ می‌گفت: هر که دو جامه دارد به آن که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد نیز چنین کند. باجگیران زیاده از آنچه که لازم است نگیرند و سپاهیان گرد ظلم مپویند، راه حق بروند و به حقوق خود اکتفا کنند. لوقا باب سوم. خلق را گمان می رفت که این همان مسیح موعود است و چون از این مقول با وی سخن می گفتند، از سر بزرگ منشی و بی علاقگی می گفت: نه، من مسیح نیستم، بنده کوچکی برای خداوندم که در برابر موعود موجودی ضعیف بیش نمی باشم. از این مطالب است که سیمای حقیقی یحیی پسر زکریا را می توانیم باز شناسیم. وی در واقع مردی وارسته، زاهدی عزلت گزین و درویشی بی پیرایه بود. باری چون در اجتماعی بزرگ عیسی نیز برای تعمید نزدش رفت، یحیی امتناع نمود و گفت: من احتیاج دارم تا از تو تعمید یابم. اما با این وصف عیسی اصرار ورزید و تعمید یافت. این مورد یا بران که ساختهی بیش نمی باشد که برای سه گذاردن بر عیسی درست شده و یا با احتمالی بسیار ضعیف، عیسی نیز در آن هنگام با توجه به مواعظی که می کرده و شهرتی که به دست آورده بوده است، یحیی از سر تواضع و شکست نفسی از تعمیدش صرف نظر کرده و اظهار خضوع می نماید. اما آنچه که محقق است، عمل عیسی تحت تأثیر قرار گرفتن او را نشان می دهد و اینکه تعالیم و روش یحیی را پذیرفته بود. اما سرانجام مرگ دردآور این مرد خدا فرا رسید و زبان تند و شرربارش و انتقاداتش از هرود آنتیپاس موجب شد تا به فرمان او دستگیرش سازند. به نظر می رسد هرود شخصا از یحیی و تقدس او و آزارش در بیم و هراس بوده و گاه گاه به نصایح و اندرزهایش گوش فرا می داده است. هرود از یحیی می ترسید چون که او را مردی عادل و مقدس می دانست و رعایتش می نمود و نصایح او را به عمل می آورد و سخنانش را می شنید. اما با این وصف به توقیفش مجبور شد. مرقس و متا داستان و انگیزه دستگیری و قتل یحیی را شرح می دهند. یحیی از هرود که زن خود را طلاق داده و هرودیاس زن یکی از برادران خود به نام فیلیپ را تزویج کرده بود، خرده گیری می کرد. از اینکه به مناسبت کلام تند یحیی هرودیاس شهرت بدی یافته بود، از یحیی کینه داشت و هرود را برمی‌انگیخت که یحیی را به قتل رساند. لیکن هرود از قتل یک مرد مقدس واهمه داشت و تنها به زندانی کردنش اکتفا نمود. هرودیاس که به زنبارگی و شهوت پرستی شوهرش واقف بود، دختر زیبای خود را تحریک می‌کند تا هرود را به قتل یحیی تحریک نماید. شب هنگامی که هرود به مناسبت جشنی عظیم برپا کرده بود، سالومه رقصی آنچنان شورانگیز و پرهیجان کرد که هرود به او گفت: هر چه می‌خواهی بطلب تا به تو بدهم. سالومه سوگندش داد که هر چه طلب نماید دریغ نورزد و هرود قسم خورد. پس مادرش به سالومه گفت: از او سر یحیی را در طبقی درخواست کن. هرود که به شدت ناراحت شده بود، چاره‌ای نداشت چون سوگند یاد کرده بود. پس دستور داد تا فراشان به زندان رفته و سر یحیی را بریدند و بر طبقی نزد آن زن بدکار بردند. اما روایت یوسفوس گونه دیگر است. بنابر این روایت، هرود از آن در ترس و اندیشه بود که اصلاح مذهبی یحیی با وضع موجود تبدیل به یک انقلاب اجتماعی شود. هرچند در خلال گفته‌ها و مواعظ یحیی انتقاد از وضع موجود و اختلاف طبقاتی و تعدیل ثروت و اراضی و دارایی می‌رفت، لیکن با حرارت و تندی که داشت به نظر نمی‌رسید که مرد انقلاب باشد. آن انقلابی که هرود از آن در ترس و واهمه بود.
اما دسته های دیگر که شورشیان محسوب می شدند و انقلابی هایی مؤمن بودند در صدد انقلاب و شورش بوده و چه بسا که شورش فکری یحیی آنان را مشتعل می ساخت و برمی انگیخت. به این طریق بود که در عین جوانی با چنین دردناکی تومار زندگی آخرین پیامبر بنی اسرائیل در هم پیچیده شد و سرش را بریدند. یاران و پیروانش بدن بی سر او را به خاک سپردند. عیسی دیگر از یاران نزدیک او شده بود. به همین جهت شاگردان و پیروان یحیی گرد وی جمع شده و از او استفسار کردند. عیسی کاملا و دربست با اندک اختلافی در روش و خصلت و منش شیوه یحیی و اصول عقاید او را پذیرفته بود و این نخستین عملی بود که در راه مبهم آیندهش موفقش ساخت. 6. آغاز رسالت صفحه 483. پس از مرگ یحیی مرحله دومین زندگی عیسی شروع می شود. تا اینگاه تنها مرد ساده‌ای بیش نیست. چون برای او خبر آوردند که یحیی را کشته اند، در دلش نسبت به پیروان پراکنده و بی سرپرست او رحم آمد و به رهبریشان پرداخت. عیسی بیرون آمده گروهی بسیار دیده بر ایشان ترحم نمود، زیرا که چون گوسپندان بیشبان بودند و بسیار به ایشان تعلیم دادن گرفت. علاوه بر این عیسی بسیار به یحیی فریفته بود و او را می ستود و انسانی بی نظیرش می پنداشت و دربارش می گفت هر آینه به شما می گویم که از اولاد زنان بزرگتری از یحیی تعمید دهنده بر نخواست. مسلم است که چنین ستایشگری تحت نفوذ کامل یحیی قرار گرفته و روش او را ادامه می دهد. چون یحیی به زندان رفت عیسی به جلیله روانه شد و ناصره را ترک گفت. در کنیسه ها به تعلیم و موعظه پرداخت. سرانجام در یک روز سبت در کنیسه برای تلاوت برخاست. بیشک این اجتماعی بود که مردمی بسیار در آن گرد شده بودند و او که به ویژه به صحیفه اشعیا علاقه ای داشت قسمتی از آن را انتخاب کرده و می‌خواند. روح خداوندگار یهوه با من است، چون خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان و بینوایان را مژده دهم و بشارتشان دهم و مرا فرستاده تا دلشکستگان را شفا بخشم و اسیران را رهایی دهم و رستگار سازم و نابینایان را برای بینایی موعظه کنم و درماندگان را راحت بخشم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. اشعیا باب 61. چون گفتارش تمام شد گفت اینک آنگاهی است که این پیشبینی ها تحقق یافته. خلق در شگفتی شدند. پس از وی خواستند تا از معجزاتی که در نقاطی دیگر نموده بود بنماید. اما وی گفت هیچ پیغمبری در وطن خود محترم نیست و من نمیتوانم میان زادگاهم و مردمش معجزه‌ای کنم. خلق بر او میشورند و بر آن میشوند تا به قتلش اقدام کنند، لیکن میگریزد. در چنین هنگامی خبر بریده شدن سر یحیی به گوشش میرسد و رهبری پیروان یحیی را چنان که ملاحظه شد به عهده میگیرد. در آغاز امر با احتیاط به مژده و بشارت میپردازد. با واقع بینی میکوشد تا به سیاست داخل نشود و از سرنوشت یحیی میگریزد. لیکن راهش راه یحیی بود. کم کم جرأت و جسارت مییابد. در کوی و برزن به موعظه میپردازد و معجزاتی از وی صادر میشود. راه یحیی و ادامه کارهای او موجب شد تا برخی را گمان حاصل شود که یحیی رستاخیز کرده و از مردگان برخاسته است. هرود گفت این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم و اینک از میان مردگان برخاسته است. البته مشکل که بتوان وی را از روی اناجیل وصف کرد. چون انجیل ها و نوشته هایی از این گونه از سوی گرایندگان و دوستداران وی نوشته شده. دوستدارانی که سخت به او ایمان داشتند. محاسنش را برمی شمردند و به دلشان می نشست و شاید عیوبش نیز از نظرگاه آنان جز حسن و نیکی شمرده نمی شد. البته معتقدان به هر مذهب و دیانتی از خردگیری و نقادی اخلاق و کردار و رفتار بانی و مصدر آن دین و مذهب اکراه دارند و از یافتن نقایص چنین کسانی خودداری می کنند، چون رنج و ناراحتی چنین کاری برایشان از هر چیز دیگری سنگین تر است. اما اینان نیز بشرند، بشرهایی با احساسات، عواطف و خصایل دیگران، اما به نسبت برجسته تر. به هر حال از بوته نقادی اینان نیز انسانهایی با ویژگی‌های همه انسانهای خوب و یا متوسط بیرون می آیند. عیسی صفات و رفتاری داشت که با برخورد با آنها با عیسایی که در ذهن نقشش را مصور می داریم متفاوت است. دارای تعصب مذهبی پرکششی بوده است. بسیاری اوقات رخ می داد که مخالفان عقیده خود را به سختی محکوم می کرد. اگر از جمله گناهان و تقصیرها می گذشت
از بی ایمانی درگذشت و چشم پوشی نمی کرد. گاه تندی و خشونت آنچنان در این سمبول رحمت و عطوفت پیدا می شد که موجب تعجب و شگفتی است. هر که یکی از این کودکان را که به من ایمان آورند لغزش دهد، او را بهتر است که سنگ آسیابی بر گردنش آویخته در دریا افکنده شود. پس هرگاه دستت تو را بلغزاند آن را ببر. زیرا بهتر است با یک دست داخل حیات شوی از اینکه با دو دست وارد جهنم گردی، در آتشی که خاموشی نپذیرد. جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نپذیرد. و هرگاه پایت تو را بلغزاند قطعش کن. زیرا تو را مفیدتر است که لنگ داخل حیات شوی از آنکه با دو پا به جهنم افکنده شوی، در آتشی که خاموشی نپذیرد. آنجایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. و هرگاه چشم تو را لغزش دهد قلعش کن، زیرا که تو را بهتر است که با یک چشم داخل ملکوت خدا شوی از آنکه با دو چشم در آتش جهنم انداخته شوی. و این وصف درباره جهنم ادامه دارد. این روش با این جهنم با اخلاق و روش عیسی موافقت ندارد و گویی عیسی بدون مطالعه این جهنم را از جریانهای معاصر اخذ کرده است. هنگامی با شاگردانش از کشتزاری می گذرد و شاگردان را گرسنگی فرا می گیرد. پس از کشتزار دیگران به چیدن و خوردن می پردازند. صاحبان سررسیده و اعتراض می کنند و عیسی گرسنگی را مجوز شمرده می گوید: مگر نخونده اید آنچه که داوود و رفیقانش کردند وقتی که گرسنه بودند؟ از جانبی دیگر اختلاف طبقاتی در جهان پسین آنقدر فاحش است و خداوند به اندازه سخت گیری می کند و عیسی دل سختی نشان می دهد که تصویر عیسی نرم دل را زایع می سازد. اما پیش از این که از مورد فوق سخنگوییم، لازم است که تذکر داده شود آن کشتزارهایی که شاگردان عیسی از آن برخوردند و صاحبان آنها اعتراض نمودند که به موجب نص تورات و قوانین هیکل این کار خلاف است، عیسی در جواب میگوید که در اینجا شخصی بزرگتر از هیکل است، به این معنی که با آمدن او قوانین پیشین ملغا شده و کار و عمل و قانون او مافوق قوانین تورات و احکام پیشین است و آنها قوانینی موقتی بودند. عموم مفسران انجیلی به این نحو تفسیر کردند، هرچند که متن روشن است و احتیاجی به تفسیر ندارد. اما کسی که آنچنان میگوید در جای دیگر نقیض و خلاف گفته خود را بیان می‌نماید. لیکن آسان‌تر است که آسمان و زمین زایل شود از آن که یک نقطه از تورات ساقط گردد. اما در باب اختلاف طبقاتی در جهنم و فردوس یا جهان پسین، داستانی که از زبان عیسی نقل می‌شود عبرت آموز است. همانقدر عبرت آموز است که در نشان دادن تأثیرهای یهودی و بابلی سودرسان می‌باشد. این داستان به شکلی عرفان معابانه همان مفهوم عمل مثل به مثل در تورات را می رساند. اگر کسی دندان دیگری را شکست، دندانش را بشکنند و اگر خیش کسی را کشت، خیش او را بکشند. اما مواردی پیش می آید که این عمل به موجب وضع اجتماعی خاص قوم و ملتی جنبه اجرایی ندارد و فردی دولتمند و با جاه و فر در پناه قدرت خود عملی می کند که مسکینی را توان برابری با او و احقاق حق نمی باشد و در اینجاست که ملکوت خداوند از آن مسکینان است تحقق می یابد، تحققی خیالی و وهمنگیز. از این راه بود که عیسی آلام مسکینان و فقیران و بیداد شدگان را التیام می بخشید و از این رو روانشناس ماهری بود، همچنان که از نیروی نفوذ در دیگران و تلقین و هیپنوتیسم برخوردار بود. اینک آن داستان قصه مردی مسکین در این جهان و دنباله معکوسش در آن جهان. شخصی دولتمند بود که ارغوان و کتان می پوشید و هر روزه در عیاشی با جلال به سر می برد و فقیری مقروح بود ایلقازر نام که او را بر درگاه او می گذاشتند و آرزو می داشت که از پاره هایی که از خان آن دولتمند می ریخت خود را سیر کند، بلکه سگان نیز آمده زبان بر زخمهای او می مالیدند. باری آن فقیر بمرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نیز مرد و او را دفن کردند. پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده خود را در عذاب یافت و ابراهیم را از دور و ایلعازر را در آغوشش دید. آنگاه به آواز بلند گفت ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم فرما و ایلعازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد، چون در آتش معذبم. ابراهیم گفت ای فرزند،
به خاطر آور که تو در ایام زندگانی چیزهای نیکوی خود را یافتی و همچنین ایل آزر چیزهای بد را. لیکن او الحال در تسلی است و تو در عذاب. لوقا باب 16. اصرار و الحاح مرد دولتمند مؤثر واقع نمی شود و ترحمی نسبت به او که خطایی شرعی نیز برایش ذکر نشده است مرآه نمی گردد. آیا از زبان آن مرد رحیم و رؤوفی که دلش از لرزش برگی می تپید زانیان، دزدان، جانیان و همه گناهکاران را می بخشید و بر فراز صلیب مصلوب کنندگان خود و دشمنانی که آنسان جانش را تباه ساختند بخشید شگفت و عجیب نیست؟ چون در راه به درخت انجیری می رسد که بر آن انجیر نیست، چون هنوز فصل انجیر نرسیده است به خشم می آید و چون بچه‌ای درخت را لعن و نفرین می کند. همچنین مردم و شهرهایی که او را نپذیرفتند نفرین می کند و لعن می نماید. گاه بر خانواده خود به برادرانش و مادرش خشم می گیرد. از این موارد درباره عیسی چه فراوان می توان یافت. آرمان خواهی، انسان دوستی، گرایش او به مردم و بینش اجتماعی او گاه عواطف انسانیش را لطمه می زند. چنان که هنگامی در کنیسه برای گروهی مرد و زن سخن می گفت و به او خبر دادند که مادر و برادرانش در بیرون او را انتظار دارند. برآشفته گشت و گفت: کدام مادر، کدام برادر؟ اینانند مادران و برادران من. بسان انبیای عبری تعصب و خشونت و خشم داشت تا آنکه بسان یک حکیم یونانی از آرامش برخوردار باشد. در انجیل ها موردی که دلالت بر توصیف چهره و اندام عیسی نماید موجود نیست. مدرکی تایید نشده از مردی رومی به نام پوبلیوس لنتوس باقی است که تا حدودی وی را وصف می کند که عیسی مردی معتدل القامه بوده با موهای میگون و طلایی رنگ که صاف بوده و به عادت قومی از فرق آن را به دو قسمت می کرده است و صورتش زیبا، چشمانش آبی و بسیار عمیق و نافذ بوده است. پوست چهرهش به سرخی متمایل و ریشی به رنگ موی سر و فراوان داشته که به دو قسمت می کرده است. از وصفی تعریفی و تمجیدی که در این سند می شود ساختگی بودن آن آشکار است. اما می توان درک کرد که به طور یقین چون مردم عصر خود لباس می پوشیده و در شکل و چهره به سان هم نژادان خود بوده است. چهره انسانی و داوری به جای عیسی را در مورد رفتار با زنی زناکار مشاهده می کنیم. هرچند این داستان تنها در انجیل یوحنا آمده است و همه نسخ قدیم نیز این داستان را ندارند، اما باز نمی توان به این سبب آن را خالی از حقیقت پنداشت، چون کاملا با اخلاق و کردار عیسی جور و هماهنگ است. این مورد تساهل عیسی را نسبت به قوانین خشک جابرانه و غیر انسانی یهودیان و تورات نشان می دهد. چرا زن جوان زیبایی که بر حسب خواهش دل یک بار لغزیده و تسلیم تمایلاتش شده است با وضع فجیعی بمیرد و سنگسار گردد؟ نخست داستان را بشنویم. عیسی به کوه زیتون رفت و بامدادان باز به معبد آمد و چون جمیع قوم نزد او آمدند، نشسته ایشان را تعلیم می داد که ناگاه کاتبان و فریسان زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش او آوردند. بدو گفتند: ای استاد، این زن در حین زنا گرفتار شده و موسی در تورات حکم کرده که چون این زنی سنگسار شود، اما تو چه می گویی؟ عیسی سکوت کرد و چون اصرار کردند گفت: هر که از شما که گناهی مرتکب نشده سنگ اول را او بیندازد. این گفته در وجدان آن گروه خلید و خجل گشته از سال خوردگان تا میان سالان یک یک بیرون رفتند و عیسی تنها باقی ماند با آن زن که در میان ایستاده بود. پس عیسی چون راست شد و غیر از آن زن کسی را نیافت گفت: ای زن، مدعیان تو کجا هستند؟ آیا هیچ کس بر تو فتوا نداد؟ زن گفت: هیچ کسی آقا. عیسی گفت: من هم بر تو فتوا نمی دهم، برو و دیگر گناه مکن. یوحنا باب 8. این مورد به هیچ وجه نمی تواند انتقادی بر عیسی فراهم کند، بلکه ظرایفی بسیار در این حکایت مستتر است. نخست آنکه دشمنان عیسی از روی عمد چون این صحنه ای را فراهم کردند تا به دامش اندازند و عیسی با روشی که در واقع بسیار عالی و بخردانه بود توطئه‌شان را برهم زد. وانگهی میان یهودیان برای رسیدگی به چنین گناهانی دادگاه‌هایی وجود داشت و احتیاجی نبود تا زنی را برای کسب دستور نزد عیسی آورند. همچنین پاسخ و رای عیسی همه را خجل و محکوم ساخت.
کیست که خود گناه این چنین مرتکب نشده باشد و اگر چنین گناهی را مرتکب شده، به چه حقی دیگران را به جرم همان گناه میتواند سنگسار و داوری کند؟ عیسی بایستی دارای جاذبه‌ای زن پسند بوده باشد. زنان وی را دوست داشتند، نسبت به او در خود محبت دلپذیر، اعتماد و اطمینان سرشار میافتند، چنان که به هیجان میآمدند. قانون موسی بود که زناکار بایستی سنگسار شود، اما عیسی با این روش موافق نبود و مشاهده کردیم که با چه زیرکی سرشاری تساهل و عدم موافقت خود را نشان داد. در موعظه کوه این مخالفت را روشن بیان می کند و اختلاف بینش وی با بینش یهود متقدم روشن می شود. شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما می گویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را به سوی او بگردان. متا باب پنجم. ایدئولوژی عیسی هرچند انسانی بود، اما با افراط در محبت و تعلیم تمکین در برابر زور بردگی را تعلیم می داد. هرچند می خواست انسانیت را بیاموزد و تفاهم میان انسانها برقرار سازد، اما انسانیت را به خاری می کشید و ظلم را مجاز می شمرد. تمکین در برابر ظلم جز بردگی چیزی نیست و به صراحت حقانیت اولویت و ادنانیت را میان مردم یک اجتماع صحه می گذارد. اما تساهل عیسی در برابر گناهانی که با سرشت انسانی و غرایزش عجین بوده است و جلوگیری از مجازاتهای ناانسانی و قوانین سخت گذشته، گاه آنقدر شاعرانه است که همه عواطف و احساسات را برمی انگیزد. و اینجاست که جای آن دارد عیسی را پیامبر بشریت، رسول مهر و گذشت و مردی که بر تعدیل قوانین خشک و ظالمان قیام کرد منتسب سازیم. داستان توبه زنی زناکار در خانه شمعون فریسی آنقدر شاعرانه و لطیف است که شاید مفهوم و معنی عمیق رفتار و منش انسانی مسیح را تحت شعاع قرار دهد. این موارد را نمیتوان با سهل‌انگاری صرفاً افسانه پنداشت، چون با تعالیمش که در سراسر انجیل ها پراکنده است مشابهت دارد. و یکی از فریسیان از وی وعده خواست که با او غذا خورد. پس به خانه فریسی در آمده بنشست. که ناگاه زنی که در آن شهر گناهکار بود، چون شنید که عیسی به خانه فریسی به غذا نشسته است، شیشه ای از عطر آورده در پشت سر او نزد پایهای او گریان به ایستاد و شروع کرد به شستن پایهای او به اشک خود و خشکانید آنها را به موی سر خود و پایهای وی را بوسیده آنها را به عطر تدهین کرد. چون فریسی که از او وعده خواسته بود این را بدید، با خود می گفت این شخص اگر پیامبر بودی هر آینه دانستی که این کدام و چگونه زنی است که او را لمس می کند، زیرا گناهکار است. عیسی جواب داده به وی گفت ای شمعون، این زن را نمی بینی؟ به خانه تو آمدم آب به جهت پایهای من نیاوردی، ولی این زن پایهای مرا به اشک ها شست و به موهای سر خود آنها را خشک کرد. مرا نبوسیدی، لیکن این زن از هنگامی که داخل شدم از بوسیدن پاهای من باز نایستاد. سر مرا به روغن مسح نکردی، لیکن او پایهای مرا به عطر تدهین کرد. از این جهت به تو میگویم گناهان او که بسیار است آمرزیده شد، زیرا که محبت بسیار نموده است، لیکن آن که آمرزش کمتر یافت محبت کمتر می نماید. لوقا باب هفتم. داستان مریم مجدلیه نیز از این گونه است. او زنی روسپی بود که تحت تأثیر جاذبه عیسی قرار گرفت، توبه کرد و از معاشران و دوستان نزدیکش گشت. به هنگام مصلوب کردنش حضور یافت و پس از مرگ عیسی به او ظاهر شد. آیا این همه برای نقض و یا تعدیل قوانین گذشته نبود؟ عیسی مردی است اجتماعی که میان خلق و گروه‌های گوناگون مردم می‌گردد و با آنان همنشین، همسخن و همسفره می‌شود. گوشه‌گیری و عزلت گزینی اسنها را نمی‌پذیرد و همچون یحیی گوشه‌گیر و مردم گریز نیست. نویسندگان انجیل‌ها چنان نمایشش می‌دهند که در هر محفلی سر می‌کشد. در عروسی‌ها برکت می‌بخشد. با تحصیلداران و مأموران وصول مالیات که مورد نفرت عامه بودند می‌نشست و معاشرت داشت. به مجالس اغنیا می‌رفت و با آنان نشست و برخاست می‌کرد. اما یک پیامبر و یک مصلح چگونه می‌تواند مورد پسند اغنیا و مالندوزان واقع شود؟
به همین جهت چون اغنیا به او اقبالی نمی آوردند، به مسکینان و فقیران و تنگ دستان روی آورد و آنان نیز مقدمش را گرامی داشتند و حق نیز چنین بود. چون کسی که تعلیمگر تعدیل ثروت و اشتراک اموال بود، چگونه می توانست مورد لطف و پذیرش مالداران واقع شود؟ کسانی که از این مهر سودی آیدشان می شد، گردش فراهم می آمدند. با طبقه امها آرزها که گروه بیچارگان، درماندگان و توحیدستان دورگرد بودند و نجس لمس نکردنی به شمار می رفتند، بی واهمه معاشرت می کرد. دعوتش در نقاطی بسیار از فلسطین به گوش می رسید که بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامش خواهم بخشید، و چنین نیز بود. با سخنان گرم و مؤثر و عرفانیش درماندگان را به ملکوت خدایی نوید می‌داد که در آنجا همه خوشی‌ها و راحتی‌ها برایشان آماده شده و این آنان را تسکین می‌داد. روزی یکی از ثروتمندان نزدش آمده و می‌گوید چگونه می‌توانم جزء صالحان درآیم؟ عیسی وی را می‌گوید که احکام دهگانه را عمل کن. می‌گوید آنها را همه از کودکی به کار بسته‌ام. عیسی وی را نگریسته او را محبت نمود و گفت تو را یک چیز ناقص است، برو و آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی یافت، و بیا صلیب را برداشته مرا پیروی کن. لیکن او از این سخن ترش رو و محزون گشته روانه گردید، زیرا اموال بسیار داشت. آنگاه عیسی گرداگرد خود را نگریسته به شاگردان گفت چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خدا شوند. مرقس باب دهم. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید.